هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، در روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه برابر با 27 ماه فوریه در خدمت شما هستیم. مطابق قرار گذشته، روزهای سه‌شنبه به بحث پیرامون تحلیلی از زندگانی علی ابن ابی طالب با محوریت دوران سیاسی او خواهیم پرداخت. اما دو نکته را عرض کنم. دو روز گذشته مصادف بودیم با نیمه شعبان، یعنی 15 شعبان، که بحث در مورد امام زمان یا مهدی موعود یا قائم یا حجت، هر کدام از این عناوین کارویژه های خاص خودش رو داره، روبرو بودیم. و در رژیم جمهوری اسلامی هم طبیعتاً برای چنین روزی جشنهایی هم خواهند گرفت، چون مبنای مشروعیت اون هاست، البته غیبت اون آقا. اگر فرصت بشه در روز جمعه که یک فرجه‌ای هست که ما معمولا در خدمت مهمانان هستیم، اگر حالا برنامه‌ریزی ها به نحوی باشه که بتونیم این جای خالی رو فراهم کنیم، در مورد امام زمان صحبت خواهیم کرد و حالا به اون اندازه‌ای که در یک جلسه بشه بهش پرداخت، به مبانی این اندیشه که به نوعی خرافه هم هست و از دل اون متاسفانه فضا ایجاد شد که گروهی از روحانیت مشروعیت بگیره و به نام او هم نسبت به مال مردم و هم نسبت به جان مردم تعرض کنه، خواهیم کرد. نکته دوم این که ما یک ایمیلی رو معرفی کردیم که در زیر تصویر من این ایمیل هم درج شده. اگر از علمای اسلام، یعنی روحانیونی که مدرس هستند در حوزه علمیه، نسبت به مسائلی که ما در مورد علی ابن ابی طالب مطرح میکنیم نقد و نظری رو دارن، خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم، فرصتی رو فراهم کنیم که به نحوی نباشد که یک طرفه به قاضی رفته باشیم. هرچند ما در پلتفرم های دیگر مثل کلاب هاوس یا جاهای دیگر که این مسائل رو به شکل ریز اون مطرح کردیم و سعی کردیم خب اسناد متعددی رو ارائه کنیم، اونجا هم باب گفتگو بازه و همیشه بعد از هر جلسه‌ای در ادامه به پرسش و پاسخ با مخاطبین میپردازیم. بنابراین در دسترس هستیم نسبت به این مسائل. اگر آقایونی معتقد هستند که سلیمانی امیری مطالبی که میگه ناصحیحه، خوشحال میشیم که تشریف بیارن. همینطور در مورد مسائل سیاسی، یعنی کسانی که مدعی هستند عرایض ما فاقد وجاهت، موضوعیت نداره، باز هم راه گفتگو بازه و میتونن تماس بگیرن. حتما این فرصت فراهم میشه که از افراد موجه، یعنی کسانی که حداقل های مسائل علمی رو میدانند، وارد گفتگو بشیم و به نقد و بحث بپردازیم. خب در نوبت پیشین، یعنی برنامه چهارم، در مورد قدیر خم صحبت کردیم، یعنی جایی که شیعیان معتقد هستند در یک واقعه ای امامت و خلافت از جانب خدا به رسول و از رسول به مؤمنان ابلاغ شد و این حق بلافصل علی و اولاد اوست که بعد از پیامبر اسلام در جایگاه ریاست جامعه اسلامی بنشینند. و لذا بعد از فوت پیامبر اسلام، گروهی از قریش، یعنی ابوبکر از بنی تیم، عمر از بنی عدی و عثمان از بنی امیه، آمدن خلف وعده کردند و حق بنی هاشم رو زیر پا نهادند. خب ما نیاز داریم به بررسی اینها. فوکو معتقده که یک روشن فکر یک وظیفه ای داره و آن این که به مردم ابزار تشکیک، نقد، بررسی بدیهیات رو بده. یعنی اگر
یک روشن فکر، یک نخبه، که البته من خودم رو هیچ کدام از اینها نمیدانم، خودم رو یک پژوهشگر بسیار ساده ای میبینم، بتواند به جامعه این شجاعت رو، این آگاهی رو، این ابزار رو بده که این مردم نسبت به باورهای چند هزار ساله مقدس و محترم خودشون شک کنن، اون روشن فکر واقعی است. هرچند ویژگی‌های دیگری هم برای روشنفکران شناخته میشه، اما یکی از اونها اینه. یعنی اگر دیدید کسی آمد به باور خرافی مردم احترام گذاشت، دیگه او روشنفکر نیست. اگر کسی آمد گفت این بخش برای ما محترمه، نمیتوانیم وارد اون نقد و بحث و نظر بدی و شما هم نیاز نیست این کار رو انجام بدی، او روشنفکر نیست. روشنفکر کسی است که نه تنها خودش به بدیهیات شک میکنه، تو ما اینو از زمان دکارت یاد گرفتیم، شک کردن نسبت به آنچه که ما اون رو بدیهی میدونیم، بدیهی میدونیم خدایی وجود دارد، اما وقتی سوال کنیم که آیا شک داری نسبت به این مسئله، آیا تا بال اندیشیدی؟ هیچ. بدیهی میدونیم که انسان فطرتاً خداجوست، بدیهی میدانیم که بسیاری از این اموری که در جامعه ما باورها و سنن ما هستن از همون ابتدا همین گونه بودن، ما هیچ وقت نسبت به اونا شک نکردیم. بنابراین شک نسبت به بسیاری از باورها و بازشناسی باورها در راستای کاری است که روشنگران، روشنفکران و نخبگان باید در دستور کار خودشون قرار بدن. ترسناکه، آماج حملات خواهید بود، شک نکنید. همیشه جامعه‌ای که در یک ادبار به سر میبره حاصل یک نوع تفکری است. یعنی اگر شما دیدید جامعه‌ای اوضاع اقتصادیش بده، حاصل تفکر در ذهن اون مردمه که در برنامه‌ها جاری میشه. اگر میبینید سیاست در یک کشوری سیاست ناصحیح هست، تعلیم و تربیت نادرسته، علوم و فنون و احساس مسئولیت و مسائل مدنی نامناسبه، شما فکر نکنید اینها حاصل یک امر عجیب و غریبی است. نه، همون مردم هم با همون افکار باید افکارشون رو مورد بازنگری قرار بدن. کجای راه رو خطا رفتیم؟ چطور نتوانستیم طرح دیگری بیاریم؟ اینا بسیار مسائل پر اهمیت است. خب برگردیم به داستان قدیر خم که این داستان رو مورد بازنگری قرار بدیم، ببینیم کجاش رو آخوندها، روحانیون، متکلمان، مفسران، محدثان برای ما ساخته و پرداخته کردن و ما هم باور کردیم که بله یک چنین حقیقتی به همین نحو بوده، اما ناگهان دیگران آمدند و بر یک خانوادی ظلم کردن، حق خلافت از اونا گرفتن. خب ما پیشتر مواردی رو برشمردیم، از جمله مسائل معنایی مولا در اون روایت من کنت و مولا، تا واقعه و زمینه های اون که از یمن گفتیم، از مکه گفتیم، بحث غنائم رو مطرح کردیم، موقعیت جغرافیایی قدیر خم یا اون آبگاه یا آبگیر دره خم رو عرض کردیم و بعد آمدیم به این سمت که خود پیامبر اسلام هم رفتارش در آن دو سه ماه پایانی بعد از 18 ذیحجه تا زمان فوت نسبتی با همون اعلام نداره. یعنی اگر آمد و علی ابن ابی طالب رو برگزید، خود ایشان به نحوی رفتار کرده که نشان نمیداد مقصود از من کنت و مولا جانشینی علی برای جامعه اسلامی باشه. خب به آنجا رسیدیم که پیامبر اسلام در زمان فوت خودش آمد و اشاره کرد که یک قلم و دوات و کاغذی بیارید، من چیزی یادداشت بکنم، شما گمراه نشید. اینا ادعاهای شیعیانه که ما داریم اونا رو مورد نقد قرار میدیم. یکی که این ادعاها رو که در کتاب‌هاشون اومده به نوعی عنوان میکنیم و نقد میکنیم که دست ما در استدلال باز باشه. اگر آخوندی آمد و گفت حادثه قدیم این ویژگی ها رو داشته و بنابراین ولایت و خلافت و امامت حق علی و اولاد اوست، ما هم بتوانیم پاسخ بدیم به اینها. مسئله اصلی این است که خب طبیعی است در آن جمع عده‌ای
مثل عمر که چهره شاخص بود آمدن و گفتن رسول الله هذیان میگه. آن جب متشنج شد، پیامبر اسلام هم دستور دادن که شما برید بیرون بذارید من آرام باشم. خب بسیار، شیعیان معتقدن که اگر رسول الله می نوشت دیگر مردم گمراه نمی شدن. ما استدلال کردیم خب اگر قرار بود مسئله به این مهمی که سبب گمراهی مسلمانان میشه ذکر بشه، چرا در یک کاغذ عادی در قرآن می نوشتی؟ آیهی در قرآن می آمد، هزاران چیز بیمورد در قرآن هست. در قرآن آمده به عنوان حبل المتین که دیگران گمراه نشن، ریسمان الهی است. خب طبیعی بود که رسول الله سالها قبل یا اون اللهی که دارای حکمت بالغه هست دیگه آخرین روزها این کارو نکنه، بلکه از همون ابتدا آنقدر این آیات خوانده بشه که در ذهن و ضمیر مردم نقش ببنده. دومین مسئله این که خب فرض رو بر این میگیریم بله رسول الله در یک پنجشنبه ای دوچار این مشکل شد. خب ایشون که روز دوشنبه فوت کرد، در اون سه چهار روز باقی مانده طبیعی بود که حالا بگه خب اون کاغذ رو بیارید، حالا عمر هم نیست که این وسط کارشکنی بکنه، من بنویسم انصار با اون قبایل عظیم اوس و خزرج بخوانن، مردم هم برای تن بدن. پس یا باید بپذیری رسول الله که خودش اقرار میکنه که اگر ننویسم گمراه میشید با ننوشتنش سبب گمراهی شده، یا اینکه نه این داستان ها ساخته و پرداخته شد تا به نحوی شیعیان فکر کنند، نیت خوانی بکنند که پیامبر اسلام به دنبال معرفی علی ابن ابی طالب. اما در زمان فوت پیامبر اسلام فقط این واقعه رخ نداد، بلکه بقای دیگر هم رخ داد. از جمله زمانی است که او میخواد وصی برای خودش تعیین کنه، جانشینی برای اداره امور مالی برای خودش تعیین کنه. تبرسی این رو در اعلام الورا آورده که بخوانیم اصل داستان رو چون مهمه این مسئله. خب پیامبر اسلام در حال احتضار، عباس عموی خودش و علی پسر عمو و داماد خودش رو فرا میخونه، این دو میان به محضر پیامبر اسلام. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند، یعنی علی و عباس، و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی است و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم این وصیت شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیر المومنین نزدیک رفتن، پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیر مومنان داد و فرمود انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. در صفحه 204 کتاب اعلام الورا به اعلام الهدى. خب نزد ذکر این روایتی که تبرسی آورده از علمای بزرگ اسلامی است که شیعه هم هست، کتابای تفسیری و تاریخی داره، این سوال پیش میاد مگه رسول الله در اون داستان سال سوم بعثت که دست علی رو بلند کرد در جمع خانواده بنی هاشم که گفت تو وصی من هستی، تو جانشین من هستی، نمیدانست که علی انتخاب شده در قدیر خون؟ مگه علی رو بر نگذید برای جامعه اسلامی و امور مربوط به خودش؟ خب دیگه چرا باید اول به عباس پیشنهاد بده که تو وصیت منو قبول کن، تو وصی جانشین من باش در امور مالی و امور خانوادگی؟ خب علی که اولاتر بود، امور جامعه رو به او دادی، که امور خانوادگی چیزی نیست. نشان میدادی که
علی در چون جایگاهی است. پس میبینید پیامبر اسلام با ارائه و پیشنهاد وصیت به عباس نشان میده که عباس جایگاه بالاتری نسبت به علی داشته و اگر عباس قبول میکرد او جانشین و وصی پیامبر میشد در امور دنیوی و اخروی، فرق نمیکنه، دیون رو میخواد بده، اموال او رو اداره بکن. پس این نشان میده که اون ادعای شیعیان مبنی بر اینکه پیامبر در مکه و در مدینه در مواضع و جایگاه‌های متفاوت علی رو به جانشینی برگزیده خلاف واقع. تا آخرین روزها هم شما می‌بینید که پیامبر در صدر این هستش که یک نفر دیگر رو جایگزین بکنه، منتها چون او نمی‌پذیره رو به سمت علی میره. نکته دیگر که باز می‌شود در مورد داستان قدیر خم به عنوان یک پاشنه آشیل نام برد، مواضع و موضع انصاره. یعنی شما ممکنه بگید خب حالا ابوبکر یا عمر یا عثمان یا قریش اساسا ما محمد مشکل داشتن چون او آمد مکه رو فتح کرد، شرک رو برانداخت، اشراف مکه ناراضی شدن، در صدد کارشکنیش باشن. اینو شاید کسی بپذیره، بله ممکنه این سوء نیت وجود داشته باشه، اما انصار که دیگه سوء نیت نداشتن، که اتفاقا غالب مسلمانان از انصار بودن، یعنی اوس و خزرج و قبایل همپیمان اونها. و اونها چرا باید فراموش بکنن که پیامبر، کسی که برای اونها این اندازه محترم بوده که در راهش جان دادن، در راه همون دستوراتش، اوامرش، حتی از خانواده خودشون گذشتن، از مال خودشون گذشتن، فراموش بکنن که او علی رو برگزیده؟ اگه قریش سوء نیت داشت، اونا که حسن نیت داشتن، چرا اونا نپذیرفت؟ نکته جالبتر این که قریش داره بیوت خاصیست، یعنی هر کدام از این افرادی که ما میدانیم اینا از بیت خاصی هستن، یعنی خانواده خاصی هستن. مثلا علی از بنی هاشم، محمد از بنی هاشم، سعد بن ابی وقاص از بنی زهره است، ابوبکر از بنی تیم، عمر از بنی عدیه، عثمان از بنی امیه است. نرز میکنم که بدونید هر کدوم اینا دارای یک خانواده خاصی هستند. مثل عمرو بن عاص از بنی سهم. در میان بیوت قریش، یعنی خانه های قریش، اتفاقا تنها بیتی که خیلی خیلی نزدیکتر بوده به انصار همین بنی هاشمن. یعنی شما عبدالمطلب که نام اصلی شیبه هست یا شیبه هست، فرزند هاشمی است که زنی از بنی نجار داره در مدینه. هاشم اهل مسافرت بود، میرفت مثلا در مدینه، در جاهای دیگه هر کجا میشه یه زنی هم میگرفت، چند روزی اقامت میکرد، زنی داشت، زنی داشت به نام سلما از بنی نجار بود. اونجا صاحب فرزند میشه. سلما به هاشم میگه من بچه‌مو خودم بزرگش میکنم، خودم نگهش میدارم. هاشم هم قبول میکنه، جد محمد. بنابراین شیبه در خانه مادر خودش در مدینه بزرگ میشه، در بین بنی نجار که زیر مجموعه خزرج هم. زمانی که او بزرگ میشه، خب هاشم پدر او فوت میکنه، برادر هاشم یعنی عموی عبدالمطلب که نامش مطلب هست، در یکی از این مسافرت ها میره در مدینه، برادرزاده خودشو میاره به مکه. دیگه حالا بزرگ شده و اینا، چون مردم مکه اصلا او رو نمیشناختن، به او گفتن که این عبدالمطلب، یعنی بنده مطلب، یعنی گویی مطلب یه برده خریده آورده، نمیدونستن برادرزادش. از عبدالمطلب است که خب محمد و علی و اینها زیر مجموعه او هستن. به همین دلیلی که محمد بنی نجار رو دایی خودش میدونست، اونا اینا رو دایی خودشون میدونستن، اونا عمه خودشون میدونست. اتفاقا نسبت به محمد و علی خیلی ارادت داشتن انصار. اما شما میبینید که در اون داستان
بعد از فوت پیامبر اسلام اولا همه انصار نخست جمع میشن در یک سقیفه ای، سقیفه یعنی جایی که داره سقف بوده، مسقف بوده، یه سایبانی که بین خودشون اول یکی رو انتخاب کنن. یعنی همه گویی فراموش کرده بودن که خب محمد علی رو که تو غدیر خم برگزید دیگه، ما چرا باید کسی رو انتخاب کنیم؟ و روی شخصی مثل سعد ابن عبادی خزرجی ابتدا یک مقدار توافق حاصل شد، اما بعد وقتی ابوبکر و ابو عبیده جراح و عمر رفتن تو اون جمع، اون جمع به هم خورد، گفتن بله اینا قریشن، از بدنه پیامبر اسلام هستن، خلافت رو بدیم به اینا. پس در درجه اول نشان میده که انصاری که جمع شدن در سقیفه بنی ساعده اصلا از غدیر خم درک خلافت نداشتن، وگرنه اون رو میدادن به علی، میگفتن بفرمایید شما انتخاب شدید دیگه، دیگه انتخاب سعد ابن عباده موضوعیت نداره. تازه دقت بکنید انصار خودشون رقابت های شدید با هم داشتن، یعنی بین اوس و خزرج رقابت بود. وقتی سعد ابن عباده از خزرجه، اوسیان در صدد این بودن که اون جمع رو به هم بزنن، و اگر موضوعیتی داشت علی ابن ابی طالب همه به سمت اون میرفتن دیگه، سعد ابن عباده رو بر نمی کشیدن. خب حالا بریم روایت هایی رو بخونیم که مؤید همین مسئله است. یعنی بسیاری از شیعیان عزیز ما سعی میکنن این نزاع رو به خود قریش محدود کنن تا اون سوء نیت رو بر بکشن، بگن ببینید محمد چون با مکیان این کارو کرد، دین اونها رو به هم ریخت، مناسبات اونها و اشراف اونها رو زیر سوال برد، اونا هم انتقام گرفتن با ندادن خلافت به علی. مخاطب ممکنه باور کنه بگه خب بله جنگ هایی رخ داد، اینا اینو کشتن و عده‌ای از اون افراد نابود شدن، اشراف از بین رفتن، کینه میگیرن. اما این بخشی شده که تعریف نمی کنن. یعنی اون بخشی که چرا دوستان محمد این کارو با او کردن، اونایی که با او مشکل نداشتن، آیا اونا هم نشنیده بودن غدیر خم رو؟ خب سلیم ابن قیس هلالی یک کتابی منتسب به اوست، ممنون اسرار آل محمد، ولی مشخصه که رفتی به سلیم ابن قیس هلالی نداره، بلکه افراد و گروه هایی سعی کردن این رو بنویسن، چون اندیشه های کلامی هم در این کتاب هست، خیلی اهمیت داره برای ما. یعنی میخواد به نوعی برای علی ابن ابی طالب یا افرادی از خانواده بنی هاشم خلافت رو اثبات کنه. خب ببینیم چه میگه. از قول سلمان فارسی آورد، سلمان میگوید وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد و حق خود را بر ایشان یادآور شد. سلیم ابن قیس هلالی که خود شیعه هست میگه بعد از اون داستانی که ابوبکر برگزیده شد به خلافت، علی آمد فاطمه رو سوار برای اولاغی کرد، حسن و حسین هم گرفت دستش که بریم خونهای مردم در بزنیم بگیم آقا ما حقی برای خلافت داریم. آنان را برای یاری خیش فراخوان، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. اینو سلیم داره میگه. به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، یعنی سلمان فارسی، ابوذر، مقداد و زبیر ابن عوام. بعد سلیم میاره که 3 بار این داستان رخ داد، یعنی هر بار رفت 4 نفر، همین 4 نفر اومده بود که اگر نگاه بکنی هیچ کدوم شیعه برجسته نیستن، دارای طایفه و قبیله نیستن، به غیر از زبیر که پسر عمه محمد و علی هست، بقیه مثل ابوذر و مقداد و اینا که اصلا به حساب نمی آمدن به عنوان شخصیت های تراز اول دارای قبیله، مادمای مسلمان تند و تیزی هم بودن اما قبیله ای نداشت. خب پس میبینیم که ظاهرا انصار از این داستان هیچ گونه
آگاهی و اطلاعی ندارم. در کنار این ابن عبدالحدید که در شرح نهج البلاغه خودش هم شرح نامه های میان معاویه و علی و اینها رو آورده، پیرامون همین مسئله یک نکته میگه. زمانی که علی به معاویه نامه مینویسه که من خلیفه‌ام، من امامم، اینا حق منو خوردن یا انواع و اقسام اینها، شما باید بیعت من رو بپذیری. حالا ببینیم این نامه رو که تقریبا تایید میکنه همون بحث سلیم ابن قیس رو، ابن عبدالحدید در کتاب خودش آورده در جلد دوم شرح نهج البلاغه، 20 جلده حدودا شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، این در جلد دوم صفحه 35 53 ببخشید. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. خب نام معاویه چی نوشته؟ و دیروز را به یادت می آورم که هنگامی که با ابوبکر بیعت شد خانه، در واقع بحث معاویه بر سر اینه که چون علی به معاویه میگه باید با من بیعت بکنی، این همه مردم با من بیعت کردن، تو هم وظیفه داری بیعت بکن. معاویه میخواد به علی یادآوری بکنه که ببین یه زمانی هم مردم با ابوبکر بیعت کردن ولی تو کارشکنی کردی، یعنی تو داری اونو به من ایراد میگیری، خودت یه روز سعی کردی بر علی ابوبکر قیام بکنی اما آدم پیدا نکردی. اینا بحث‌های نزاع‌های کلامی است که میان این دو نفر داره شکل میگیره. عزیزانی که علاقه‌مندن به این مسائل مربوط به تاریخ اسلام حتما این کتاب‌ها رو بخونن. یعنی استدلال‌های میان معاویه و علی بسیار جالبه. معاویه میخواد بهش بگه که تو داری به من ایراد میگیری که آقا همه بیعت کردن، تو شام مخالفت داری میکنی، این کار خلافه. معاویه میگه ای خب اگه اینطوره چطور وقتی همه با ابوبکر بیعت کردن تو کارشکنی کردی؟ یا دیروز را به یادت میآورم که هنگامی که با ابوبکر بیعت شد خانه نشینت منظورش فاطمه است دیگه، راز شبانه بر حمار حمل کردی در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود، پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی که بگه آقا این دختر پیامبره، ببینید تو خانه منه، نسبت من با پیامبر اینه، و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا منظورش ابوبکر یاری خواستی، اما جز چهار یا پنج نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی. یعنی میگه تو رفتی به انصار و مهاجرین گفتی که آقا بیایید خلافت منو قبول بکنی، اما هیچ کس نمی شناخت که تو چه حقی بر خلافت داری. خب عجیب نیست که در اون جامعه اسلامی به غیر از 4-5 نفر همه قدیر و خم رو فراموش کرده باشن؟ و تازه بعضی ها از خود بنی هاشم هم هستن که ادعای علی بر قدیر و خم رو قبول نداشتن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد. اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. میگه بابا تو خودت همه این خلفا ستم روا داشتی، کارشکنی میخواستی بکنی اما آدم پیدا نکردی، نیرو پیدا نکردی، ادعایی کردی که کسی نمیشناخت این ادعا رو که خلافت حق منه. سال بر سر این است که در فضای فکری عرب اون زمان این نزاع‌ها خیلی برجسته بوده، شاید امروز برای ما موضوعیت نداره یا کم به چشم میاد. مثلا نقش شعرا خیلی اهمیت داره در مفاخره نسبت به یک شخص یا مذمت یک نفر دیگه. یعنی شعرای مثلا بنی هاشم سعی میکردن افراد خودشون خیلی بالا ببرن
یعنی اگر ویژگی خاصی داشتن در جنگاوری، در سخاوت، در وارستگی های مختلف، اونو اینقدر بر می کشیدن تا تبدیل بشه به یک چهره شاخص در جهان عرب، در اون قبایل حجاز. و ما داریم از این شعرا رو. در همون فضا هم این داستان رخ داد. یعنی انصار شاعری داشتن مثل حسان ابن ثابت که از شعرهای محبوب پیامبر اسلام هم بود، که اتفاقا از خزرج هم بود. حسان در مذمت ابوبکر شعر میگه که مثلا ابوبکر پایگاه قبیلهی قوی نداره، حالا بهتر بگیم پایگاه بیت، چون قبیله قریش داره یک احترامی شده بود، اما بیتی مثل بنی تیم جزء بیوت ضعیف قریش بود. بزرگتریناش بنی مخزوم و بنی امیه و بعد بنی هاشم و گروه های دیگه بودن، بنی عبدالدار، این گروه ها خیلی قوی تر بودن. بنی تیم دیگه قبیه بیت خیلی ساده ای بود از نظر عده و عده، یعنی افراد و اموال، ضعیفی بود، خیلی هم ایراد میگرفتن. مثلا ابو سفیان یکی از کسانی بود که ایراد گرفت، برای خودش حقی قائل نبود، ولی زمانی که آمد به مدینه تعجب کرد، گفت یعنی شما ضعیفترین قبیله یا بیت قریش رو آوردید و یکی رو از اون برگزیدی؟ چه میکردن اون عباس و علی؟ این دوتا چیکار داشتن میکردن که این آقا برگزیده شد؟ آمد به نزد علی گفت اگر بخواید من در خدمت تو هستم. برات بحثی که معاویه داره مطرح میکنه همینه، یه ابو سفیان اومد به تو گفت اگه بخوای من کمکت میکنم. ما نه به این که تو در قدیر خم برگزیده شدی، به دلیل اینکه پایگاهی که ابوبکر داره پایگاه قوی نیست. در اون زمان شعرا اینها رو به دقت مورد نقد قرار میدن. بنی هاشم هم یک شاعری داره، عتبه ابن ابی لهب، که پسر ابولهب. این دو تا پسر شاخص داره ابولهب، یکی عتبه یکی عتیبه، اینا دامادای محمد بوده، یعنی ام کلثوم و رقیه، دو دختر محمد، یکی در وعده ازدواج عتبه ابن ابی لهب بود، یکی در وعده ازدواج عتیبه ابن ابی لهب. زمانی که اون داستان معروف پیش آمد که ابو لهب رو دشنام میده و زن ابو لهب ام جمیل که آمد و گفت من این گردن بند خودم رو میفروشم، در راه مبارزه با محمد هزینه میکنم. دیدید در قرآن آمده که بر گردن زن ابو لهب لیف خرماست. حالا ممکنه کسی قرآن رو بخونه نفهمه این مقصود چیه، چرا لیف خرما؟ چون زن ابو لهب گفته بود که من این طلایی که به گردن من هست گران قیمته، اینو میفروشم، در راه مبارزه با تو هزینه میکنم. محمد هم گفت اون گردن بنده ارزش نداره، مثل لیف خرما میمونه که در قرآن آمده. حالا اینا شعرهای بنی هاشم بودن. بعدها همین عتبه پسری پیدا میکنه به نام عباس، او هم جز شعرهای قریشه. البته قریش شاعر بزرگ نداشت در میان قبایل عرب، ولی همین ها سعی میکردن بیان اشعاری بگن در بزرگی بنی هاشم. اتفاقا عتبه ابن ابی لهب یعقوبی آورده شعری هم داره در مذمت ابوبکر، به عنوان اینکه این آقا حقش نیست، اما هیچ اشاره به علی نمیکنه که بابا علی از ماست، پسر عموی منه، حق او بوده که در قدیر خم منصوب شده و ابوبکر اون رو غصب کرده. چرا نباید اون شاعر بزرگ که در واقع میگم بلندگوهای تبلیغاتی بودن، مثل امروز تلویزیون ها، همونطور که رسانه های جمهوری اسلامی سعی میکنن مشروعیت جمهوری اسلامی و ولی فقیه رو داد بزنن، فریاد بزنن، تئوریزه بکنن، اون زمان شعرا این کارا رو میکردن. عجیبه که بلندگویی مثل شعرا و افرادی مثل عتبه و پسر او عباس هیچ اشاره‌ای به خلافت علی نمیکنن، در حالی که این دستاویز خوبی بود برای اینکه ابوبکر رو بکشن به زیر، ولی میبینید این کارو نمیکنن. جالب این که خود علی ابن ابی طالب هم هیچ وقت به قدیر خم استناد نمیکنه برای خلافت. ببینید دوستان، گاهی ممکنه سوال پیش بیاد که آیا سلیمانی داره میگه قدیر خم نبوده؟ نه خیر، حرف من این نیست که این واقعه نبوده، نبوده، اما افاده خلافت نمیکنه.
نمیشه از اون استنباط خلافت کرد. مثل اینکه کسی به من بگه سلیمانی تو مثل برادر من میمونی، مثل فرض کنید آقای شهرتی بگه سلیمانی تو مثل برادر من میمونی، و حتی فرزندان من برن به آقای شهرتی بگن که آقا ارث میراث ما کو، بگه کدوم ارث میراث؟ میگه مگه تو نگفتی که بابامون برادرته؟ خب ارث میراث ما رو بده دیگه، شما عموی مایی دیگه، ارث میراثی که از پدر محترمتون به شما رسیده خب به برادر منم میرسه. نه، این تعارفه. اونتا از دل این تعارفات یک عده‌ای برای خودشون مشروعیت کسب میکنن که ببینید پیامبر ما به علی گفته هر کسی من دوست او هستم، به او علاقه دارم و او هم منو علاقه داره، باید علی هم دوست داشته باشه. هر کسی من دشمن او هستم، علی هم با او مناسبتش دشمنیست. این تعارفاته و پیامبر این کار رو خیلی میکرد. مثلا به زبیر میگفت این حواری منه، هر پیامبری حواری داره و حواری من زبیر ابن عوامه. زبیر ابن عوام فرزند صفیه بود که صفیه عمه محمده، یعنی زبیر پسر عمه پیامبر اسلام و علی که بعدن پسر داییش در جنگ جمل با او می جنگ. گفت این حواری من. مثلا میگفت هر کسی در هر امتی یه امینی وجود داره، عبدالرحمن ابن عوف امین امت من، و ابوذر غفاری همین حرفا رو میزن که زیر سقف آسمان راستگوتر از ابوذر نیست. ابوذر تنها میاد، تنها برانگیخته میشه. این تعارفات خیلی میکرد پیامبر اسلام. ما از دلمون شما نمیتونید یک مشروعیت سیاسی خاص بیرون بیارید که ما حرفمون ایناست. پس نمیگیم واقع قدیر خم نبوده، میگیم شواهد، اوضاع، احوال، وقایع زمینه ای، وقایع پس زمینه ای، آنچه که بعدن رخ میده نشان میده که از دل شما نمیتونید مشروعیت سیاسی بیرون بیارید. پس در نتیجه خود علی زمانی که در نهج البلاغه، زمانی که دیگه خلافت داره، داره برای مردم کوفه صحبت میکنه، اونجا هم بحث بر سر این نیست که خلافت حق منه چون در قدیر خم منصوب شدم، بلکه معتقد این میراث منه. یعنی در درون خاندان بنی هاشم وقتی این آقا مرد باید برسه به من. بخونیم برخی از این خطبه های نهج البلاغه رو یا نامه های او رو. یکی از مهمترین خطبه های نهج البلاغه خطبه شقشقیه است. شقشقیه در واقع صدای دهان شطوره که وقتی غذایی رو داره میخوره یک شقشقی صدا میده. کنایه از این است که حالا یک شخصی که اینجا مقصود علی ابن ابی طالبه نکاتی رو گفته و یک سر و صدایی در اون زمینه ایجاد کرده. حالا داستان چیست؟ خطبه طولانی است، دوستان میتونن به نهج البلاغه مراجعه کنن بخونن. مقصود اینه که یکی از اون پای منبری های علی ابن ابی طالب از ایشان سوال میکنه، میگه که امیرالمومنین میشه به ما بگی اون داستان ها چه بود در اون زمان؟ چون میدونید علی سال 35 یا بهتر بگیم ابتدای سال های 36 خلیفه میشه، یعنی 25-6 سال از داستان قدیر خم گذشته. برای همین یه عده میخواد سوال بکنن که چطور شد که خلافت از پیامبر به تو نرسید، رفت به ابوبکر و عمر و اینا رسید. این بخشش که مهمه رو عرض میکنم. آگاه باشید به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیا. یعنی ما کانون اون در واقع بیتی هستیم که همه دور ما جمع میشن از جای دیگه که دور آن حرکت میکنن. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، که اینا اضافاتی است که شیخ در واقع سید رضی معمولا میاره، کاملا مشخصه، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. یه نکته جالبی هم اینه که شما بعضی نقل قول ها رو دیدید که من آسمان ها رو میدانم، از این غلو آمیز رفتار کردن ها. یک نقلی است
حالا به عمر و دیگران که میگن دو نفر بودن در تاریخ اسلام، در اون صدر اسلام که بسیار متکبر بودن، یکی علی یکی اسامه، یعنی کبر و غرور بسیار زیادی داشتن. برخی ها میرن ایراد میگیرن که چرا پیرامون علی غلوف کنندگان جمع شدن، غالیان جمع شدن. عده ای از متکلمان معتقدند که رفتارهای خود این آدم هم سبب شده، ادعاهای خود این آدم هم سبب شده. شما فرض کنید سلیمانی امیری بشینه بگه من از غیب خبر دارم، من میدونم تو آسمان ها چه خبره، تمام علوم نزد منه. خب یه عده هم که نادانن دور سلیمانی جمع شدن، 10 سال بعد از او یک عجوبه میسازن، یک معجزه میسازن، درسته؟ چه چیزی سبب شده که دیگران دستاویزی پیدا کنن برای این کار؟ گفتار خود سلیمانی. گاهی رفتار ما سبب سازه این وضعیت غلوآمیز میشه. کسانی که همیشه در پرده هستند، با ظواهری مجلل میان، دوروورشون گروه های مختلف هستند، یک نوع ایجاد غلو میکنن در درون جامعه. در واقع اندیشه قلوف که در تشیع خیلی جا داره، ادهی سعی کردن ریشهشو به ایرانیا بچسبونن که ایرانیان اهل قلوف بودن، از پادشاهان خودشون نمیدونم نماینده خدا میساختن، اونها رو بزرگ میکردن، مجد و عظمت دربار رو چند برابر میکردن، فتوحات خودشون رو بسیار گسترده میدیدن، که البته اینا هم بود، ولی چون علی هم آمد در کوفه، کوفه پر شده بود از افرادی از مدائن و جاهای دیگه. ولی نکته اصلی اینه که خود علی هم جنبه های شخصیتی داشت که اسباب غلو میشد، ادعاهای خیلی بزرگی رو مطرح میکرد. اینکه من همه چیز رو میدانم، از غیب مطلعم، به من خبر دروغ داده نشده، و اینها سبب شده بود که زمین ساز قلوب بشه. اینجا هم شما نمونه های از اون رو میبینید. میخواد بگه که حالا اینم بخشش که سید رضی علم کرده، ولی مقصود اینه که میخواد بگه که بابا ما کانون علم بودیم، دارای ویژگی های خاصی بودیم. دیدی دیگه از روایت هم میارن از پیامبر اسلام، انا مدینت العلم علیون بابوها، من شهر علمم، علی درشه، از در از علی باید وارد بشی، بعد بیا از شهر علم من استفاده کنی. حالا برید مثلا مسائل علومیشون رو بخونید، چیزی واسه گفتن نیم. خب و مرغان دور پرواز اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کن، پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت میبرند. پس دقت بفرمایید، علی ابن ابی طالب معتقد نبود که در قدیر خم برگزی، میگه میراث پیامبر اسلام فوت کرده، بنابراین این رو باید به من بدن. خب آقای ناصر مکارم شیرازی، همین مرجع تقلیدی که امروز در ایران هست، ایشان یه کتابی داره پیام امیرالمومنین که آمده نهج البلاغه رو شرح کرده، بود 15 جلد، بخونید اگر فرصت دارید. ایشان هم در این کتاب سعی میکنه خطبه های نهج البلاغه رو شرح کنه. ما سعی میکنیم به این بخشی که در مورد مسئله قدیر خم هست اشاره کنیم. در خطبه 162 در مورد اینکه چرا خلافت رو به شما ندادن، علی میخواد پاسخ بده به یکی از این پرسش کنندگان. اما اینکه بعضی این مقام را از ما گرفتند و در انحصار خود درآوردند، در حالی که ما، دقت کنید، از نظر نسب بالاتر و از جهت رابطه با رسول خدا صلی الله پیوندمان محکمتر است. بدین جهت بود که، حالا ادامه میده، یعنی میگه آقا ما از نظر نسب بالاتر از بقیه مردم بودیم، ما از بنی هاشم بودیم و ما در درون رابطه‌ای که با رسول خروج می‌نیم، من دامادش هستم و اینها،
ویژگی خاصی داشتم اما اونها این رو از ما گرفتن. پس باز هم میبینید که شما به مسئله قدیر اشاره‌ای نداره. در نامه 36 دوباره در همون جلد دهم کتاب پیام امیرالمومنین علی داره به عقیل داداشش نامه می‌نویسه. موضوع سر این است که قریش حالا دیگه خلافت علی رو قبول نداره، باش دشمنی میکنه. علی داره به برادر خودش عقیل نامه می‌نویسه. در اونجا یه نکته میگه که باز هم اهمیت داره. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدند و خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردند. فرزند مادر به معنای برادر دیگه، منتها اونو برادر نبودن، اعتباری. پس میبینید که اینجا هم بحث علی باز برمیگرده به نسبت برادری میان او و محمد و پیوند خیشاوندی، نه به معنای قدیر خم که برگرده به بدارشش بگه ببین اینا قدیر خم رو زیر پا گذاشتن، در حالی که اون قدیر خم بر فرض صحتش زیر سوال بردن خدا بود. طبیعیه که علی اون رو در صدر قرار بده، بگه ببینید اینها فرمان خدا رو معطل گذاشتن. اما نمیگه، میگه اینا خلافت برادر من رو از من گرفتن، جانشینی برادر من از من گرفتن. پس نزد خود علی هم ظاهرا قدیر خم جایگاهی نداشته که ایشان بخواد از اون به عنوان خلافت نام ببره. و نکته دیگری که باز در همین شرح نهج البلاغه آمده، مسئله ایست که در گفتار 190، من این رو از جلد 13 پیام امیرالمومنین بخونم. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ حالا من چون می دونید که خطبه ها در شرح نهج البلاغه برای اینه که یه خطبه ای هست یا یه نامه ای هست، شارح سعی میکنه در موردش توضیح بده. حالا توضیح رو شرح کن. کسانی که طرفدار خلافت ابوبکر بودن گفتن که بابا خلافت حق ابوبکره، به دلیل اینکه او همنشین پیامبر بوده. حالا از اون داستان حدیث غار بگیرید، وقایعی که در زمان خروج محمد رخ میده، تا اون چیزی که در مدینه و مکه بوده که همیشه ابوبکر در کنار پیامبر اسلام بوده، بنابراین همنشین رسول الله است. و این باعث میشه که حق او به خلافت اقواتر باشه بر بقیه افراد، یعنی قویتر باشه حقش. ولی داره استناد میکنه که خب اگر شما معتقدید که همنشینی سبب خلافت میشه، آیا خیشاوندی و همنشینی سبب خلافت نمیشه؟ یعنی میخواد بگه خب منم همنشین پیامبر بودم، منم کسی بودم که در کنار پیامبر جنگیدم، کنارش مبارزه کردم، اما در کنار اون همنشینی که با ابوبکر مشترکم یه چیز اضافه هم دارم و اونم خیشاوندشم، پسر عموشم، هم بیتشم، دامادشم. طبیعیه که اگه تو همنشینی خب منم همنشینم، پس مشترکی، اما من چیز اضافه تر دارم که تو نداری و اون خیشاوندیه. خب اینجا سوال مطرح میشه، اگر قدیر خم هم یک حق ویژه برای علی ایجاد میکرد، طبیعی بود اون رو هم اضافه بکنه، یعنی بگه علاوه بر همنشینی و خیشاوندی انتصاب الهی هم سبب برتری من و حق خلافت من میشه. خب چرا علی اینجا اشاره نکرده در این گفتار؟ پس از نظر علی مسئله خود قدیر خم هم مسئله نبوده که ایشان معتقده بر این باشه که من از دل این واقعه حق خلافت دارم، بلکه باز استنادش به مسائل میراث، به حق خیشاوندی است. پس نتیجه میگیریم که طبق کلام خود علی هم ما نمیتوانیم مدعی باشیم که او این حق رو داشته. اما شیعیان صرفاً به قدیر خم استناد نمی کنن، بلکه وقایع دیگری رو هم به کار می گیرن. مثلا حالا این جزء حق خلافت نمی دونن، ولی جزء فضائل علی می دونن که در شبی که پیامبر اسلام مورد تهدید قریش قرار گرفت، علی جای او خوابید. بله درسته این نقل وجود داره،
اما از دل این چه فضیلتی میتوان بیرون آورد مگر اینکه بگیم خب او در راه اون ایدئولوژی از جان خودش گذشته. خب خیلی ها بودن که در این کار کرد. یاسر پدر عمار به خاطر همون عقیده کشته شد در همون مکه. مادر عمار سمیه کشته شد. خب آیا این فضیلتی است برای عمار یاسر؟ البته فضیلت هست، اما نه به معنایی که علی یگانه باشه در این فضیلت. ببینید ما وقتی به زندگی علی نگاه بکنیم در دوران مکه، علی نقش برجسته‌ای نداره در اون دعوت اولیه. مثلا شما در سه جنبه میتونید این موضوع رو بررسی بکنید. یه جنبه اعتباری است، یعنی کسانی که به اعتبارشون به اسلام کمک کردن، مثل حمزه که در دفاع از محمد وارد شد، اعتبار او در مکه کمک کرد که کمی فشارها از روی محمد برداشته بشه، یا ابو طالب با اینکه مسلمان نشد اما از محمد حمایت کرد، مثل جبیر ابن مثل مطعم ابن عدی که به محمد جوار داد، جبیر پسرشه که خواستگار اول عایشه بود، مثل مطعم ابن عدی کمک کرد، مثل خود ابوبکر. اینا از نظر اعتباری به اسلام کمک کرد. افرادی بودن از نظر مالی به اسلام کمک کردن، مثل خدیجه، مثل ابوبکر که بردگانی رو خریدن یا پول اونها رو دادن. کسانی هم بودن از جنبه تبلیغی به اسلام کمک کردن در همون دوران مکه، عرض میکنم، مثل جعفر برادر علی که در حبشه رفته بود، مثل مصعب ابن عمیر، مثل اسعد ابن زراره. اینا کسانی بودن که از نظر اعتباری کمک. جالب اینه که علی در هیچ کدام از اینها نقش نداره. یعنی شما اگر دوران مکه رو نگاه بکنید که 13 ساله دعوت اسلامه و بسیار هم سخت، نقش علی بسیار بسیار کمرنگه. به همین دلیل ما بحثمون رو تا اینجا تمام میکنیم با توجه به اتمام وقت، و میخوام عرض کنم که بعدن نگاهی به دیگر ادعاهای شیعیان مثل حدیث منزلت خواهیم پرداخت، بعد وارد مشاوره علی در حمله به ایران خواهیم شد که بحث هفته آینده ما خواهد بود، تا پی بگیریم این داستانها رو که بتونه برای ما کمک کننده باشه در تبیین مطالب تاریخی. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جام شهرتی عزیز. تا برنامه ای که در خدمت شما باشیم، پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقل‌مندی